شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند هستیم. آقای مهندس صادق نقاشکار، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو. من به شما و شنوندگانتون در ایران و اختلافات جهان سلام ها و درود های گرم و صمیمانه خودم رو نثار تک تک اونها می کنم. جناب نقاشکار، لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به خبرهای ایران و به ویژه خبرهای نقض حقوق بشر. همونطوری که مطلع هستید، فعل واقع جنایت ها و اقدامات جنایتکارانه، چه به شکل اعدام، شکنجه زندانیان سیاسی، دستگیری ها و انواع مختلف علیه فعالین مختلف و مردم ایران ادامه داره و به همون نسبت یا حتی بیشتر مقاومت مردم ایران به اشکال مختلف گسترش یافته، چنان گسترش یافته که ما شاهد هستیم که حتی جامعه جهانی در کنار مردم ایران به طرق مختلف قرار میگیره و واقعیت هایی که به هر حال چشم ها را بر اون بسته بود و گوش ها را بسته بود ناچار به عیان کردن اون هست. روز پنجشنبه 25 فروردین افشا شد اینی که در ترور نخست وزیر لبنان آقای رفیع حریری، علی خامنه‌ای ولی فقیه رژیم رو یکی از کسانی که متهم در این پرونده نامش قرار گرفته، همراه با فرماندهان وقت کل سپاه پاسداران و نیروی قدس، نیروی تروریستی قدس که ترورهاشون در چه در افغانستان، عراق و اروپا ما شاهدش بودیم، علیه مخالفین ایرانی یا اینکه پیشبرد امیال بزوهای تحت یا لوای صدور انقلاب به های دیگه. و این چیزیه که کلیت این رژیم و جنایتهاش رو به نحو احسن عیان میکنه. وقتی کسی که رهبر خودخوانده و اینکه خودش رو ولی فقیه جهان قرار میده، اینگونه به خودش جسارت میده که بره و نخست وزیر یک کشور دیگه با حق حاکمیت و استقلال و عضو یکی از جامعه جهانی به قتل میرسونه توسط حزب الله لبنان و یا عوامل دیگه‌شون کردن، اسم آنها به عنوان متهم در دادگاه نام برده میشه. البته لازم به یادآوری است وقتی ما صحبت از متهم اینجا میکنیم، دادستان ویژه‌ای که مسئول تحقیقات بود ماها این مسئله رو بر مبنای داده هایی که داشتن، چه مکالمات تلفنی و چه سایر اسناد و مدارکی که داده دست آوردن و طبق روال قضایی به عنوان متهم اینها را شناخته شده و خب در بالاترین ارگان قضایی که دادگاه لاهه هست اینها به عنوان متهم باید مورد محاکمه قرار بگیرن و زمانی فردی رو به عنوان متهم به دادگاه فرا میخونن یا در دادگاه پرونده‌ای برای اون تشکیل میشه، یک دلایل مشخص و قاطعی وجود داره، چون که حضور یا نام بردن از چنین کسانی که به ناحق در چنین سمت‌های قرار گرفتن
به این سادگی نیست و نه به شکل یک افرادی که به عنوان دو طرف هستن یا دو طرف دعوا و در سطح معمول پیش میره. و نام بردن از علی خامنه‌ای در چنین دادگاهی نشون دهنده این فرد در همون تحت دعوای انقلاب و دور انقلاب که چگونه مرتکب چه جنایت‌هایی در خارج از ایران و ما با جنایت‌های او در پی سالیان گذشته شاهد اون بودیم، مواجه بودیم و عملاً و عملاً خون‌های زیادی از بهترین فرزندان ایران رو چه به صورت اعدام و یا چه به صورت شلیک مستقیم در خیابان‌ها و یا اینکه در شکنجهگاه‌هاش مثل 209 کهریزک و جاهای دیگه شاهد بودیم و وقاحت و رضایت اینا به حدی است که حتی اسامی که لیست اسامی که حداقل علی رغم اون پنهانکاری ها علی رغم فشارهایی که علیه خانواده ها به وجود می آورد و غیره مشخص و معینه این رو دروغ جلوه می داد و می گفت این غیر واقعیه و حتی به نقطه رسید که سند قاطعی که در رابطه با شهید یا جانباخته را آزادی ندا آقا سلطان که آخرینشون حداد عادل میگه که چیزی وجود نداره. در روز روشن چنین دروغ ها و چنین اعمالی از اینها سر میزنه که متاسفانه جامعه جهانی این فرد را پیش از این باید به عنوان جنایتکار علیه بشریت مورد محاکمه قرار میداد، به خاطر اینکه ما شاهد اون بودیم که در سال 88 1388 علی خامنه‌ای در طی صحبتی که در نماز جامعه کرد اونجا دستور کشتار مردم را داد صادر کرد و در صحبت‌های بعدیش تحت با نام بردن از جوانان و مردم ایران تحت عوامل فتنه زمین ساز این شد که دادگاه‌هایی که توسط منصوبش صادق لاریجانی و افرادی که تحت عنوان و لوای قاضی قرار گرفتن مثل صلواتی و مقیسه تعدادی از فرزندان ایران زمین رو محکوم به اعدام کرد و حتی تعداد زیادی هم از اونها رو به جوخه های یا به تناب های دار سپردن. همچنین علاوه بر اون روز پنجشنبه 25 فروردین ماه شاهد این بودیم که اتحادیه اروپا لیست ناقضین حقوق بشر را صادر کرد. خب در مراحل اولیه قرار بود نزدیک به 80 نفر ولی به هر دلیلی حدود 32 نفر از افرادی که به عنوان ناقضین حقوق بشر از اونها نام برده می شد فهرست کامل اسامی اونها را به بیرون داد که ما سعی میکنیم به اسامی و اعمال پدید این افراد که تا مرفق دستشون آغشته به خون مردم ایران هست و همین افراد هستند که سیاست های سرکوب ولی فقیه علی خامنه ای علیه مردم ایران و زندانیان سیاسی به کار برده به اجرا میگذاشتند و میگذارند تا به حال. بله. این اسامی هرچند که لیست طولانی هست در حدود 32 نفر و بخشی از سوابق جنایتکارانشون رو در مقابل اون قرار دادن، خب این لیست شامل اینه که این افراد دیگه نمیتونن به این 27 کشور یا اتحادیه کشورهایی که در چارچوب اتحادیه اروپا هستن سفر کنن و اگر فیلواقع امکانات مالی در این کشورها هست دارن مسدود خواهد شد و حتی حق این رو ندارن که از این کشورها عبور کنن برای کشور ثالثی. بله. این البته راه رو باز میکنه چون که عنوان و حرف این قضیه ناقضین حقوق بشره، میتونه که علیه این افراد اقدامات حقوقی رو اقدام داد چه به صورت افراد و خانواده و چه به اشکال مختلف میشه
علیه اینا اقدامات حقوقی راه انداخت، پرونده‌هایی را ایجاد کرد، چون که جنایت‌هاشون محرزه، به خصوص اونهایی که قربانی این جنایتکاران چه مستقیم و چه غیر مستقیم قرار گرفتن. که از جمله اونها میشه نام اسماعیل احمدی مقدم، همون فردی که فرمانده نیروی انتظامی و در حال حاضر هم هست و همین کسی که با دستور این فرد در تهران و سایر شهرستان ها ده ها نفر خون پاکشون به زمین ریخت و جانشون رو فدای راه آزادی مردم ایران کردند و صدها نفر مجروح، مصدوم و معلول گشتند و قطعا در بعضی مقاطع هزاران نفر توسط همین جنایتکار به دستور همین جنایتکار و افرادش دستگیر و به شکل روانه شکنجهگاه ها شدن. یا فرد دیگری تحت عنوان حسین اللهکرم که در چماقداری و یورش به تجمعات دانشجویی در سال 1378 18 تیر قیام دانشجویان، همه اعمال پلید و زده بشری این فرد را میشناسند که بعضی از اونها که از هم خانگی های او هستند و به دلایلی هم در حال حاضر در اروپا هم هست، این فرد را تا حد زیادی افشا کرده. بله. یا فرد دیگری به نام عبدالله عراقی که معاون نیروی زمینی سپاه، میدونید که افراد سپاه پاسداران به خصوص لشکرهایی که در تهران مستقر کرده مثل علی فضلی، حسین همدانی و یا فرماندهشون محمد جعفری، کسانی بودند که نیروهای سرکوبگرشون رو وارد میکردن و در مقاطع مختلف مردم شلیک میکردن، دستگیر میکردن، میبردن تو پادگانهاشون، مورد قتل و کشتار و شکنجه های قرون وسطایی قرار میدادن. و یا فردی به نام محمد رضا نقدی، فرمانده بسیج، که اکثر کسانی که در اوین بودن بند 29 شاهد اعمال پلید این چه به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت لوای سخنرانی و کشوندن معترضین یا زندانیان به توبه بوده و خب افشا شده این قضایه. یا فردی به نام احمد رضا رادان، اون جلادی که چه در خیابانها مکالمات بی سیمیش هست و چه در کهریزه که با هلیکوپتر میرفت و زندانیان بی دفاع را شدیدترین شکنجه ها و قرون و وسطایی ترین شکنجه ها را به کار میبرد که حداقل در کهریزه منجر به جان باختن 4 نفر از دانشجویان گشت. بله. و موارد متعدد دیگه. و همچنین فردی به نام حسین طائب که سدواقع اونهایی که جوانان به خصوص دخترانی که دستگیر میکردن یا زنانی که این جنایتکار در مورد جنایتی که در مورد تراره موسوی به کار برد پس از شکنجه های وحشیانه و به کار بردن شکنجه تجاوز علیه این پاک دمانان و آزادگان ایران زمین و سپست قد رسوندن اون. بله. و یا قربان علی دوره نجف آبادی، چه در دورانی که وزیر اطلاعات بود و چه بعد که در دادستان کشور بود و جنایت هایی که در چه محکومیت ها یا دادخواست هایی که علیه دستگیر شدگان به کار می برد و همچنین علی اکبر حیدری فر و به خصوص عباس جعفری دولت آبادی، اعمال جنایتکارانه و پلیدش که روی سعید مرتضوی رو هم سفید کرده بود در جنایت هایی که همچنان ادامه داره و در دروغگویی و ریاکاری این فرد. قطع از جمله قطع ملاقات حضوری زندانیان که در زمان سعید مرتضوی بود یا قطع تماس های تلفنی با خانواده هاشون و موارد متعدد و یا اینکه حضور در اونجا در شکنجهگاه و وادار کردن اونها، وادار کردن تحت فشار قرار دادن
فعالین مختلف برای اعتراف به خواست بازجویان وزارت اطلاعات، و در حالی که اسم دادستان را یدک میکرد ولی نقش یک بازجوی جنایتکاری رو در زندان اوین ایفا میکرد. این فرد و همچنین محمد مقیسه‌ای، غلام حسین ادعی و سایر افراد که فعلا واقعی این وضع زیاد هستن، ابوالقاسم صلواتی همون که معروف بین زندانیان به قاضی مرگ، چه احکامی که صدور احکام اعدام علیه دستگیر شدن یا زندانیان سیاسی و به اجرا درآوردن این احکام جنایتکارانه، بله، و سایر اسامی مثل مصطفی بزرگنیا جلاد بند 350 که زندانیان رو چه به لحاظ درمانی، چه شکنجه های روحی و جسمی و یا سایر موارد علیه اونا به کار می برد. بله.